شعرش را این گونه آغاز می کند ای خدای مهربان بگذار صادقانه بگویم من نمی توانم هجاب برسر کنم وجود من در برابر تهدید به آتش دوزخ مقاومت می کند نمی خواهم به تو دروغ بگویم نمی خواهم برای خوشنودی بندگانت به هجاب تم بدهم در پشت این شعری که ایفا هنیف سروده حکایتی از پیامدهای روحی و روانی حجاب اجباری در اندونزی است حجاب اجباری در اندونزی قانون نیست ولی عرف است عرفی سفت و سخت که طی 20 سال گذشته از خانواده تا مدارس و محیطهای کار زنان را مجبور به رایت هجاب می کند. داستان ایفا حنیفه مشتی نمونه خروار است وقتی پدرم فوت کرد تمام خانواده و اقوام به من نهیب زدن که اگر هجاب سر نکنی پدرت بهش نمیره برام عجیب بود منی که چند بار قرآن رو خوندم و نماز و روزم ترک نمیشه حالا بابام به خاطر هجاب نداشتن من بره جهنم؟ سازمان عفو بین الملل گزارشی از فشارها و آزارهایی داده که زنان و دختران در اندونزی به خاطر حجاب اجباری تحمل می کنند. از زنان بیهجابی که ارتقای شغلی نگرفتند از دریافت خدمات عمومی محروم شدند تا زنانی که مورد تحقیر و زخم زبان اطرافیان خود قرار گرفتند این قوانین هجاب باعث سوء استفاده از آزادی مذهب و حفاظت از حریم خصوصی شده کودکان در مدارس هدف قلوری و آزار قرار میگیرند و زنان زیادی کار خودشون رو از دست میدن دولت کشیده اجازه ندهد که این اتفاق ها بیفتد مثلا دستور داده که تحمیل هجاب در مدارس و تبعیض در محیط های کار بر اساس رایت هجاب ممنوع باشد اما این تلاش ها در برابر موج اسلام گرایی کافی نبوده آس... رئیس جمهوری باید لایحه به مجلس بده که این گونه ها رو ممنوع کنه چون ما نمیدونیم این فشارها و تبعیض ها چه اثراتی روی دختران ما داشته ایفا هنیفه به این اثرات واقف است او حالا وکالت پیشه کرده ولی با دختران و موکلان زیادی سر و کار داشته که به دلیل این فشارها دست به خودکشی زدند رویا روی بین گرایش به شریعت و حفاظت از آزادی های قانونی همچنان در اندونزی ادامه دارد سیاوش شهر در آن بی بی سی